اومدین، خیلی خوش اومدین. با افتخار قدم رو چشم اهالی دستن در کار محفل گذاشتین. همتون بذارید وقت رو تلف نکنم، با تشویق گرم شما از میزبانان محفل دعوت کنم. به احترام میهمان بودن و با صدایی که از تشویق شما میشنوم، اجازه بدین اول میهمانانمون رو دعوت بکنم. سید حسنین الحلو از عراق، رضوان درویش از سوریه، غلام رضا قاسمیان عزیز، حامد شاکر نژاد، حاج احمد ابوالقاسمی، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. خودتون رو تشویق کنید حالا. به 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 بی مقدمه آغاز سخن به نام خدا و به کلام خدا با تلاوت حامد شاکر نژاد عزیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله 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 ما شاء الله. يا سلام. إنما نطعمكم لوجه الله. لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله يا سلام. الله. سلم. الله الله. يا
سلام سلم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله يعين يعين يعين. الله الله الله. يا سلام سلم. متكئين فيها على تلاوت درجه یک از حامد شاکر نژاد عزیزم. اما استاد رضوان درویش، یا سلام یا سلام سلم. بذارید از جمعیت بشنویم، از مهمانامون. تفضل. بمن بگید یا سلام. نه اعلی. یا سلام انجا. یا سلام اونجا. يا سلام. إن في الجنة نارا من لبن. إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. حسن لعلي وحسين
بجيد بقى من بجيد النفيل يا سلام كمان تكرار یه جمله بگم این به نظر میاد که بزرگترین اجتماع قرآنی در جهان اسلام باشه و از این بابت خودمون رو مدیون امام مجتبی علیه السلام میدونیم که در روز میلادش با زبان روزه برای پاسداشت مقام قرآن و ادای دین و احترام به ساحت اهل بیت اینجا گرد اومدیم و خدا انشالله که هممون رو دست پر از این محفل و این مجلس راهی کنه. پدر بزرگ شما چرا انقدر ساکتی؟ پدر بزرگ جان جدونه پدر بزرگ جان رو تشویق کنی؟ پدر بزرگ جمع دیگه آره پدر بزرگ یه ملت حاج احمد یه سلام علیک کن برامون بخون سلام روزتون بخیر طاعت قبول ولادت امام حسن مبارک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله 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 ولا تحملنا ما لا
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حالا حاج احمد رو تشویق کنیم، خداییش درجه یک پنجرت برقرار، برکت امام سلام. یا علی مدد مولا، یا علی مدد مولا، ای جان جانانم علی، یا علی مدد مولا، ای جانم یا علی مدد مولا، یا علی مدد مولا، یا علی مدد مولا، ای جان جانانم علی، یا علی مدد مولا، ای جانم یا علی مدد مولا. خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از این که این خانه روند به ویرانی، پیش از این که این خانه روند به ویرانی. یا علی مدد مولا، یا علی مدد مولا، ای جان جانانم علی، مولا ای جانم یا علی مدد مولا. علی علی مولا، علی علی مولا، عاشق احمد، عاشق احمد، عاشق احمد علی، عشق محمد، عشق محمد، عشق محمد علی. علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، علی علی مولا، علی. دم شما گرم، شمس جمال امیرالمؤمنین، صلوات الله علی محمد. همه خوندن جز یه نفر، کی نخونده؟ حسنه. کی نخونده؟ کی نخونده؟ حامد. میخوامت. کی نخونده؟ حسنه که بهترم نخونده. بخونه حسنه، ببینم چه جوری تشویقش میکنی. بسم الله حسن اینجا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله 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 الله. ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله.
خیلی درجه یک. احسنت. خیلی خوب. خب بچه های عزیز، دخترای گل، پسرای درجه یک و نازنین گروه نجم و ثاقب، یه جوری تشویقشون کنین بهترین کارشون رو تقدیم شما بکنن. ماشاءالله. بچه ها گروه نجم و ثاقب میخواییم تبریک بگیم محضر امیرالمومنین. حیدر حیدرشو باید هممون بگیم دیگه. روزیست که محضر آقا و مولامون امیرالمومنین صدیقه کبرا سلام الله علیها به واسطه این مولود مبارک میخواییم تبریک عرض بکنیم. علی امام من است و منم نشد علی امام من است و منم غلام. هزار جان گرامی فدای نام علی. بریم کار دوم بچه ها.
1 عالی عالی. بچه‌های گروه نجم الصاغه رو تشویق کنی. حاج مهدی غلام نژاد با سه تا گلش بیاد بالا. حاج مهدی غلام نژاد از قاریان درجه 1 که فصل اول محفل باهاش خاطره داریم، تشویق بکنید تا بیان. حاج مهدی غلام نژاد و یک تلاوت به همراه آقازاده های گلش. خوش آمدید آقا محسن، خوش آمدید آقای حسن آقا، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید گل پسرا. حاج مهدی عید شما مبارک، عید شما مبارک. تشویق نمی کنی؟ حاج مهدی و بچه های گلش رو تشویق نمی کنی؟ آقا یه سلام علیک و لما برزو. سلام علیکم. سلام و لما برزو. دونت کدوم بر؟ بله با بچه ها، بله بله این بر رو به همین شما به بچه ها. بله این طرف، این طرف، این طرف. خوب دقت کنیم به این تلاوت. آقا میشه خواهش کنم همه با هم بخونیم؟ بله همه با هم، بله بله با هم بخونیم. بله با هم اجازه میدیم؟ بله خواهش کنم. همه حضار و میهمانانمون هم اگر بلدن این تلاوت رو و آیه ولما برزورا اونها هم با ما بخونن. بله 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 آیه روی اسکوربورد هم نقش بسته، میتونین نگاه کنین و زمزمه کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا تشفیق کنی بخونی
حاج مهدی غلام نژاد عزیز. آقای غلام نژاد و آقازاده های گلش رو یه جوری تشویق بکنین که کیف بکنه. خیلی باری کلا باری کلا باری کلا. خب دعوت کنم از برادرم حسین آقای طاهری که با تشویق شما تشریف بیارن. تشویق نمی کنین حسین جانو؟ خب حسین جان خیلی خوش اومدی. حسین جان بفرمین اینجا. بسم الله یه سلام علیک بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام حضار عزیز و مردم عزیزی که ما رو دارن از گیرنده های تلویزیون میبینن. خیلی مخلصیم. زنده باشین. حسین جان اینجا همه خواننده انا بخونی میخونن. بسم الله. من الحمدلله افتخار دارم که فوتبالیست نبودم اما دو بار توی این زمین چمن وایسادم. حالا شد سه بار. این بار دوم. این بار دومه. با این بار دوم. و دوست دارم که در ماه رمضان الکریم در اجتماع محفل قرآن کریم در روز ولادت آقای کریم هر کسی هر کجا صدای ما رو میشنوه یه طوری ناز قدوم مولود امروز کف بزنه که تا الان نزده. حسن مولا 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 تو اصلا یک شخص مجزایی. تو قرلنده به میدانی تو قرلنده به میدانی تو الحق شیر شیرانی علی وقت نبردت گفت حسن جانم چه تو چه توفانی به پا کردی تو عقل مطلب را ادا کردی تو با قاسم با عبدالله چه قوقایی در کربلا کردی چه قوقایی در کربلا کردی حسن مولا 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 مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا
پخش کردم حسین جان. انشالله امام حسن امروز بنویسه برای هممون اربعینمون رو. شما دعا کن مخصوصا. هرچی بلده ماما بخونه به یاد روزای خوش اربعین. هر شب ما رو بیاریم بالا. حیاتونا نشون بدیم عشقمون رو به امام حسین، به سید الشهدا، به همه الاحرار. حیاتونا يا جرون الزمن وسيبقى كل عام حسين. Home.
حسین طاهری رو تشویق کنین اگر آقای قاسمیان بذاره. یه وجد اومده آقای قاسمیان. آقای قاسم میخوای بخونی؟ جان من. خب یه جمله من بگم. ما قرار گذاشتیم برای این جمع بی‌نظیر که شما که قدم رو چشمای ما گذاشتین با قرآن تشریف بیارین. برای چی؟ عرض خواهم کرد. و عکس یک شهید از شهدای غزه مظلوم. هر جایی ندای مظلوم بلند شما هستیم، برای اینکه این فرمایش اهل بیت ماست، دستور دین ماست. الان این اتفاق اخیر دیگه سبوعیت صهیونیست‌ها رو نشون داد. میخوایم اینجا تا دقایق دیگه برادرم حسین آقای طاهری کار حریفت منم و برامون بخونه و شما قرآن هاتون آماده باشه به همراه عکس شهدای غزه. یه صحنه ای رو میخوایم به جهان مخابره کنیم، برای این اتفاق آماده باشیم. دنیا قرار این صحنه رو ببینه. هر کس آماده است اجازه بدین اول کار حریفت منم رو بشنویم و بعد حسین جان برین کار حریفت منم رو. بسم الله. یه صلوات بفرستین سلامتی خودتون. محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی، نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی، پردا چون اجداد Allah.
إسرائيل افتخارم عرض میکنم که در روز ولادت امام مجتبی مردم عزیز و غیور ایران و خیلی از مردم دیگه عزیزان عرب زبان ما اینجا در این مجموعه هر کسی با هر زبان و هر گویش و هر چی اینجا حضور دارن، امروز اون خبری که شما گفتین قراره به کل دنیا مخابره کنیم، ما در یک کلمه میخواییم خلاصش کنیم. این پرچما رو خواهش میکنم هر کسی دستشو بیاره بالا با همه وجود. قرار صدای ما اینجا یه چند ثانیه قطع بشه، فقط صدای حیدر حیدر شما بیاد. اگر توان داری با همه وجودت بگو حیدر حیدر حیدر. در یک لحظه اگر بتونیم هممون با هم هماهنگ بشیم، سه مرتبه میخوایم بگیم یا علی. خب من میگم یا علی، همه بگن یا علی، فقط همه آماده بلند بگو یا علی یا علی یا علی یا علی یا Yeah.
چه اتفاقی اینجا رقم میخوره؟ قرآن ها همراهتونه؟ قرآن ها همراهتونه؟ این همه دوربین داره تصاویر بسته شما رو میگیره. قرآن یک دست یک دست تصویر شهدای مظلوم غزه. دوست دارم به اندازه یک دقیقه، حسین جان شما باشون، صحنه خاصیه، یک دقیقه سکوت، فقط قرآن در یک دست و تصویر یک شهید در یک دست. یه صوتی رو بچه ها پخش میکنن، در سکوت کامل همه ما با این حرکت، یعنی قرآن و تصویر شهید، این صوت رو میشنویم. آماده این؟ آماده این؟ قرآن ها بر یک دست، تصویر شهدا در دست دیگر. بچه ها ما آماده این. هذا سلام فنیم السلام و نظرت من تؤلم قلبي في المنام كلام بعد كلام و عين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له سکوها بلند شید، بایستید به احترام اون کسانی که ایستادن زیر باران گلوله ها، زیر تحریم های غذایی ایستادن، به احترام اون مادرها که آغوش های تن خالی کردن ولی ایستادن، بایستید. ای مردم غزه، ناراحت نشید، سست نشید، سستی نکنید. شما برترید اگر مؤمنانه بایستید. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا
بچه های خودتون آوردید، می توانید بچه های خودتون رو به آغوش بکشید. یک ملتی می ترسد در زیر بار فشار روانی شاید بچه های خودشون نتواند به آغوش بکشه. شما نکنه ما دوچار روزمرگی ها و غرقه روزمرگی های دنیا بشیم، نکنه افطارهای بی محتوا بکنیم، به یاد اون مردم غزه نباشیم. و به مردم غزه باید گفت این خانه خانه سستی است، چنانچه پای مردانه به ایستن این خانه خانه عنکبوت است. و این أوغن البيوت لبيت العنكبوت. الله الله. ما از خودمون هم نگرانیم. این عشقهایی که میریزیم عشق به خون باید میریختیم. از خودمون هم کلافه شدیم، از خودمون هم ناراحتیم به واسطه اینی که شما مورد تجاوز و ظلم این اسرائیلی‌های بی‌شرف قرار گرفتید. خدا به شما اجازه جنگ داده، اجازه و اذن جنگ داده. اذن للذین، اذن للذین بأنهم ظلموا، اذن همه این آرزوها محقق شدنی است. اللهم عجل وليك الفرج، آمين. اللهم عجل وليك الفرج، آمين. اللهم عجل وليك الفرج، آمين. سلامتی امام زمان، بلند صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والسماء وما بناها، والشمس والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء اما مهمان ویژه این لحظه این اجتماع با شکوه جناب آقای زیاد نخالد، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، و این تشویق شما، دلگرمی برای جبهه مقاومت، و جناب آقای زیاد نخاله که مهمان ویژه ما هستند.
حاج آقای قومی عزیزمون، ریاست محترم سازمان تبلیغات که پای مردی ایشون این جلسه رو شکل داد. حاج آقای قومی رو تشویق بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. روز 173 امین روز نبرد طوفان الاقصاست. برزمندگان طوفان الاقصا با استعانت از قرآن کریم، با استعانت از خداوند متعال و با استعانت از پیامبر اکرم و اهل بیت کرام ایشان، این مقاومت عجیب و عظیمی را که در تاریخ نظیر نداشته است تا کنون به پیش بردن و بارقه ها یا امید پیروزی این ملت آشکار می شود. خوشبختیم که رهبر و دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به هیئتی از همراهان ایشون که از ساعه وارد تهران شدن، با افتخار در این جلسه حضور پیدا کردند و از فرودگاه مستقیم آمدن تا سلام ملت فلسطین را خدمت شما اعلام کنند و تشکر ملت فلسطین را که همواره شما ملت ایران در هر صحنه‌ای در دفاع از ملت فلسطین اول بودید و راهگشا برای همه ملت‌ها. آقای دکتر زیاد نخل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المبارك، في اجتماعكم هذا المبارك في يوم القرآن في دولة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در این ماه مبارک، در این روز مبارک از ماه مبارک رمضان و در این اجتماع بزرگ قرآنی، در این مناسبت عزیز به شما ملت عزیز سلام عرض می کنم. الحمدلله انکم هنا فی طهران و قلبکم فی فلسطین. اجساد شما در تهران است، اما قلوب یکایک شما در فلسطین عزیز است. و فی فلسطین ایضا قلوبهم مع طهران دوما. و مردم فلسطین دائما قلبهایشان با مردم تهران و ایران عزیز است. و دائما یجمعنا القرآن الذي نحتفل به اليوم في شهر رمضان المبارك. و همیشه قرآن ما را با هم جمع می کند، همان قرآن کریمی که این جلسه برای آن تشکیل شده است. و اليوم من وسط المعركة ومن وسط الشهداء ومن وسط البطولة في فلسطين نؤكد لكم أن فلسطين باقية والمقاومة باقية والقرآن باق في فلسطين. در این جلسه قرآنی به شما تأکید می کنم که فلسطین باقی خواهد ماند، قرآن باقی خواهد ماند و ملت قهرمان فلسطین مقاومت خود را ادامه خواهند داد. الذين يقاتلون اليوم ويستشهدون في فلسطين هم ابناء القرآن وحفظة القرآن من الفتية والرجال والنساء والشيوخ، هؤلاء هم خريجو مدرسة القرآن ومدرسة الإسلام. کسانی که در فلسطین مقاومت میکنند حافظان قرآنند، قاریان قرآنند، اهل انس با قرآنند و با همین قرآن است که این گونه در صحنه مقاومت ماندند. والحمدلله صامدون ومستمرون في المقاومه ولن تنتصر اسرائيل، سنكسر اسرائيل وسنهزم اسرائيل بالاسلام وبالقرآن وبدعم الجمهوريه الاسلاميه للشعب الفلسطيني. با این قرآن مقاومت و پایداری میکنیم، اسرائیل را شکست میدهیم، اسرائیل را نابود میکنیم
به برکت حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین. كل عام وانتم بخير، هذا يومكم مبارك، هذا يومكم مبارك، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد شما مبارك باد، مبارك باد این روز فرخنده 15 رمضان بر شما، والسلام عليكم ورحمة الله. بافتخار جناب آقای دکتر زیاد نخاله تشویق بکنید دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین رو. صدای دست‌های شما رو بشنوند. به رسم میهمان نوازی مشت‌ها گره کرده بالا، می‌خوایم کاری بکنیم. اسرائیل بلرزد، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل. تشویق بکنید آقای دکتر زیاد نخاله رو.
نشون بدین با صدای دستاتون چقدر لذت بردین از اجرای عزیزان من در گروه زهراییون. ای حکام خائن و بی بخار کشورهای اسلامی و عربی، لبخندهای خودتون رو با خون مردم غزه دارید مبادله میکنید. بشنوید، از اینجا بشنوید صدای مردم ایران. چند زمانی دیگر خواهد گذشت که روسیاهی به شما خائنان خواهد بود. بشنوید این مشتهای گره کرده رو. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس. خب به افتخار حاج ابوذر روحی خب دخترای گلمون رو هم تشویق بکنین. ببینین این بچه ها به عشق شما اومدن برای اجرا، شما قدم رنجه کردین، این جمع عظیم رو شکل دادین. بذارین تا لحظه آخر هممون با همون انرژی اول باشیم. دخترای گلمون رو تشویق کنین. آقا موافقید؟ من این بچه ها رو دیدم یاد اینجا ایرانه افتادم. آقا ابوذر اجازه میدی؟ اینا قبل شما اینجا. اینجا ایرانه، اینجا مردمش نمیبازن. اینجا این باریکلا خب دیگه باید با انرژی این سرود و بچه ها اجرا کنم. دستا پس بالا. اینجا ایرانه، اینجا مردمش نمیبازن. اینجا ایرانه، دخترا ستاره میسازن. اینجا ایرانه، تو سپاه حضرت مهدی مادر و دخترا هم همه سربازن. اینجا ایرانه، اینجا ایرانه. نه تنها دخترها، پسرها، زنها، مردها نمی بازن. اینجا ایرانه، دیار شیران، مردان مرد، ایستاده ها. آماده. 3 2 1 مادرم زهرا، تپش قلب منی هر دم. مادرم زهرا، یادگاری تو سرم کردم. مادرم زهرا، واسه من چی بهتر از این که ببینم روزی که دور مهدی میگردم. مادرم زهرا، کی میتونه چپ نگاه کنه؟ کی میتونه؟ به کشورم نمیگذرم، میفته پاش، میشم فداش، واسه خودم یه لشکرم. میفته پاش، میشم فداش، خب آخه من یه Thank you.
تشویق کنید دخترای گلمونو. این دختر گلمونم که جا مونده بود جانانه تشویق کنید، خودشو رسون. حاج ابوذر ما آماده این بشنویم، حاج ابوذر رو بچه ها رو تشویق بکنید جانانه. بله یه چیزی بگم قبل از اینکه حاج ابوذر شروع کنه، معلوم نیست تا سال دیگه آدمی مثل من باشه یا نباشه. نزدیک غروب میلاد امام مجتبی است، نیمه رمضان، همه امیدمون با زبون روزه به ظهور مولامون امام عصره که آمدنش پایان این شب سیهه. بایستیم به احترام امام زمان، به احترام نام مبارکش. قبل از اینکه حاج ابوذر شروع کنه، اللهم عجل ولی کالفرج، اللهم عجل ولی کالفرج، اللهم عجل ولی کالفرج. دنیا رو میبینی فرمانده، نمیشناسند ولی صدات میکنن. لشکر صاحب از زمان، بیا که این مردم اگه ببیننت زندگیشون رو حتی فدات میکنن، زندگیشون رو حتی فدات میکنن. از سرباز به فرمانده، فرمانده میدان آماده است. از سرباز به فرمانده، بسم الله ایران آماده است. از سرباز به فرمانده، قبیله سلمان آماده است. سلام فرمانده مهدی، سلام آقای خوبم، سلام از خطه سردار سلیمانی. سلام فرمانده مهدی، سلام دورت بگردم، سلام فرمانده بچه‌های ایرانی. سلام از ارتش سید خراسانی. انقلاب کنیا به منم نگاه کنیا، اسمم و صدا کنیا، تو نوازای شبت برا منم دعا کنیا، تو نمازای شبت برا منم دعا کنیا. مثل امام و مثل شهدا دعام کن که رو سفید بشم، ببین مثل کاپشن صورتی من اومدم برات شهید بشم. سلام فرمانده مهدی، سلام آقای خوبم، سلام از خطه سردار سلیمانی. فرمانده مهدی، سلام دورت بگردم، سلام فرمانده بچه‌های ایرانی، سلام از ارتش سید خراسانی.
جنگ فرمانده هنوز یار میخوای من هستم مثل مسواه اگه امار میخوای من هستم اگه مثل حسن باقری سردار میخوای من هستم تو سپاه پرچم دار میخوای به من بگو اگه مشتبا علم دار میخوای به من بگو مثل ابراهیم هادی طرف دار میخوای به من بگو بوی ظهور از همه دنیا میرسه به مشاب فرمانده یه روز تموم عالم ما میگن نسل سلام فرمانده سر باز به فرمانده فرمانده میدان آماده است سر باز به فرمانده بسم الله ایران آماده است سر باز به فرمانده قبیله سلمان آماده است سلام فرمانده مهدی سلام آقای خوبم سلام از خطه سردار سلیمانی سلام فرمانده مهدی سلام دورت بگردم سلام فرمانده بچه‌های ایرانی سلام از ارتش سید خراسانی خیلی خوب خیلی خوب به امید ظهور بسته های تصاویر شما رو الان شبکه های مختلف و شبکه سه سیما داره و همه عالم نشون میده در آستانه آرام آرام در آستانه اذان شام میلاد امام مجتبی علیه السلام همه آمال و آرزومون رو میسپریم به امام زمان و فقط برای ظهور او دعا میکنیم تا حاج ابوذر سلام فرمانده یک رو هم برامون بخونه سلام فرمانده یک رو حاج ابوذر شما شناخته شدی به سلام فرمانده یک رو از حاج ابوذر میخوایم بخونه هممون بلدیم میخونیم عمریست که از حضور او جا ماندیم در قربت سرد خیش تنها ماندیم او منتظر ماست که ما برگردیم ما این که در غیبت کبرا ماندیم الغام الغام ادرکنی Yeah.
سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نبدی هاشو فراخانده، سلام فرمانده شکم خودم سردارت میشم. بیا جون من بیا بیا یارت میشم، هوادارت میشم گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نبدی هاشو فراخانده، سلام فرمانده چیکه خوش بیفته من برات قیام میکنم، نبین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تمام میکنم، نبین قدم کوچیکه از صف 313 تا بهت سلام میکنم، نبین کم سنم تو فقط صدام بزن ببین چی کار برات میکنم، نبین کم سنم با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم، نبین کم سنم به عبی انت و امی همه رو فدات میکنم، همه رو فدات میکنم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نبدی هاشو فراخانده، سلام فرمانده عهد میبندم روزی لازمت بشم، عهد میبندم حاج قاسمت بشم، عهد میبندم مثل بهجت و مثل سربازای گمنام خادمت بشم، عهد میبندم که میمونم پای کار این نظام، کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو بیام. هزار و صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدیان، غصه سرباز و نخور آقا سربازات 1400 هم
سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهه نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده، سلام فرمانده. ممنونم حاج عبدالله، ممنونم از همتون، ممنونم، ممنونم. چه نیمه رمضانی شد، چه نیمه رمضانی شد. یکی دو تا آیه دعایی قرآن رو حامد و حسن اینجان و حاج احمد منافسه میکنن. آرام آرام شما به سمت درهای خروج میتونین حرکت بکنین. ما هستیم و بعد هم اسماء الحسنا رو در آستانه اذان میخونیم. میخوایم که آروم آروم این نظم و این شکل مرتب یادگار بمونه از مجلس امام مجتبی علیه السلام. بسم الله. دخترای گلمون رو تشویق کنید، دخترای گلمون رو تشویق کنید. الهی قربونتون برم، زنده باشین بچه ها، زنده باشین، زنده باشین. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بسم الله حامد جان. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله الله. ربنا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الله الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. به افتخار خودتون، به افتخار همه محفلیان، جمع حاضر، هر کدوم از شما عزیزان که آرام آرام دارین تشریف میبرین، هر کس نشسته، همه با هم میخواییم اسماء الحسنا رو بخونیم و بعد هم محمد آقای بهرامی که معرف حضورتون هست چه شب خاطر انگیزی رو در محفل رقم زد، برامون دعای فرج میخونه و با یه عرض ادب محضر حضرت رضا علیه السلام خداحافظی میکنیم. فقط من پویش زندگی با آیه ها رو بگم که این اتفاق بزرگ برای اولین بار امسال رقم خورده و جمع عظیمی رو با خودش همراه کرده. دنبال کنید این قصه زندگی با آیه ها رو. بریم حاج احمد گیر دیر از قول حسناست دیگه. آقا بسم الله، هر کسی صدای من رو میشنوه چه در حال حرکت چه نشسته، در آستانه اذان نیمه رمضان میلاد شام میلاد امام مصطفی علیه السلام بخواهیم اسماء الحسنا رو بخواهیم. بسم الله. اسألوک یا من هو الله الذی لا المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر المبسط الجاهل